مهدی گلرو، فعال سیاسی همراه ما هستند در این بخش. خیلی خوش آمدید به برنامه. واقعا عجیب و غریب است، انگار تموم هم قرار نیست بشه این اتفاق. فکر میکنید عامل این حمله ها کیا هستن، چه گروهایی هستن و چرا رفتن سراغ دانش آموزا، علل خصوص دانش آموزای دختر؟ چند ماه گذشته ما شاهد این بودیم که گروه های مختلفی که شاید پیش از این در اعتراضات شرکت نمی کردن، این بار به اعتراضات پیوستن. اما گروهی که بسیار به چشم اومد و ویدیوهاش بسیار دیده شد، چه موقعی که شعار می دادن، چه موقعی که سعی می کردن با حرکات خودشون نشون بدن که می خوان مورد تمسخر قرار بدن عکس های رهبران جمهوری اسلامی، چه خمینی رو چه خامنه ای رو، و چه وقتی که عکس های بدون روسریشون رو در مدرسه، بدون مقنعشون رو در مدرسه، که جایی که ما زنان همیشه در واقع یکی از جاهایی که بسیار سرکوب می‌شدیم تو همون مدارس دخترانه بوده که از جورابمون که چه جوری باید باشه تا ناخونمون، موی صورتمون تا مقنعمون تحت کنترل ساختار آموزشی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده. اما چیزی که ما در این 6-7 ماه دیدیم، دختران نوجوان دانش آموزی بودن که شجاعانه مقابل این سیستم ایدئولوژیک ایستادن و خب این شد خاری در چشم جمهوری اسلامی. تمام ارکان مختلف حکومت رو شما می‌دیدیم که چقدر خشمگین هستن از این اتفاق. در نهایت چنین اتفاقی که می‌بینیم، مسموم کردن دانش آموزان، خیلی غریب و عجیب از حکومتی نیستش که همیشه سعی کرده یک راهی رو برای سرکوب پیدا بکنه. اتفاقا سوال من خانم گلرو همینه، می‌خواستم در قسمت بعدی همین رو بپرسم که چقدر فکر می‌کنید که حضور پررنگ دانش آموزا در جریان این خیزش انقلابی باعث شده که این اتفاق برای اونها بیفته و این حکومت داره انتقام میگیره از اونها، خیلی ها معتقدن؟ بله، منم فکر میکنم که حکومت در حال انتقام گرفتن از گروه های مختلف. الان که شب خیابان ها کمی خلوتتر شده نسبت به قبل، میتونه بره سراغ گروه های مختلف. میبینیم که معلم ها رو داره بازداشت میکنه، دوباره کارگران رو، دانشجوان رو میبینیم که 200 نفر داره احضارشون میکنه و محروم از تحصیل میکنه، و این هم شرایط دانش آموز است. یعنی تمام گروه هایی که در طی 7-8 ماه گذشته هم خیابان رو در واقع در برای خودشون کرده بودن و هم به شکل های مختلف اعتراضات رو زنده نگه داشته بودن، الان مورد غضب جمهوری اسلامی قرار گرفتن. و این خب روش اولش انکار بوده جمهوری اسلامی، اولش گفت نه اصلا همچین چیزی وجود نداشته، حالا همون چیزی که تو ویدیوها گزارش شما هم بود که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. در نهایت شخص خود خامنه ای اومد پذیرفت که همچین چیزی بوده، اما باز هم میبینیم که کسانی که اطرافش هستن و باز سایر مسئولین تلاش میکنن برای اینکه هم خود خامنه ای رو هم سیستم آموزشی رو یک جوری مبرا بکنن از همچین لکه بزرگی که یک جور در واقع حمله به کودکان محسوب میشه که در همه اسناد بین المللی بسیار بسیار مورد در واقع یک جور نقض حقوق بشر خیلی برجسته هستش. اما توی همچین شرایطی در نهایت میبینیم که خانواده ها هستن که دارن بیشترین آسیب رو میبینن و بیشترین فشار روشون هستش. اما جمهوری اسلامی به جای اینکه تلاش بکنه برای اینکه شرایط رو کمی آرومتر بکنه بعد از این چند ماه، هر روز داره با یک روشی آتش در واقع یک جور روشن‌تر میکنه اعتراضاتی رو که داره میره به سمت کم شدن. شما میبینید که در نهایت وقتی که یک مدرسه ای درش اتفاقی میفته، خانواده ها هیچ کدوم اون معلم یا اون مدیر یا حراست یا نگهبان مدرسه رو مقصر نمیدونن، مستقیما شعارها و عصبانیت خانواده ها میره به سمت خامنه ای. یعنی دیگه همه چیز در واقع از زیر عبای خامنه ای در میاد، هر اتفاقی که در ایران میفته، و این به ضرر جمهوری اسلامی هست و قطعا همه اینها میتونه بخشی از همون زنجیره سقوط رو در واقع تشکیل بده. خانم گلرو خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امروز. مهدی گلرو، فعال سیاسی.